رضا معممی مقدم مدیر کل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه ایران از اعزام 500 نفر از کارد بهداشت و درمان کشور به سفر زیارتی کربلا در دیما خبر داد و گفت این اقدام با هدف قدردانی از زحمات کارد درمان که در دوران کرونا به دوش کشیدند صورت میگیرد زیرا ما شاهد بودیم که مدافعان سلامت به صورت شبانه روز کف، در نهایت اخلاص به بیماران کرونایی خدمت می کردند. او گفت برخی از واقفان هستند که اموال خود را وقف می کنند تا در مسیر زیارت ابا حسین علیه السلام هزینه شود. بر همین اساس با هماهنگی هایی که با وزارت بهداشت صورت گرفت مقرر شده که زحمت کشان کارد درمان و بهداشت را به سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی کنند تا شاهد اعزام این عزیزان به این سفر معنوی شویم. وی ادامه داد در سال گذشته هم بیش از هزار نفر از پرستاران و کاد درمان در سه دوره و 350 نفر از مبلغان فعال در ایام کرونا یک دوره در قالب طرح زائران حرم رضوی به مشهد مشرف شدند ضمن اینکه در آبان ماه امسال نیز نهمین دوره طرح زائران حرم رضوی با هدف اعزام 320 نفر از پاکبانان زحمتکش سراسر کشور که از زیارت اولی ها بودند به این سفر معنوی مشرف شدند.